بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت دانش عزیز بنده علی عبادی زیایی هستم دوره آموزشی نحوه تهیه لایه تأخیرات در پروژه های عمرانی رو در خدمتون خواهم بود در این فصل پیش درآمدی خواهیم داشت بر دوره پیش رو و نکات کلی رو با هم مرور خواهیم کرد در مورد اینکه چگونه وارد بحث لایحه تاخیرات بشیم اولین موضوعی رو که لازم هست بدونیم این هستش که اصلا پروژه به چه معناست وقتی ما میگیم پروژه A پروژه B به این مرحله رسیده یا تعریف پروژه میکنیم منظورمون مشخصا چی هست خب توی عرف جامعه تعریف های متعددی از پروژه میشه اون چیزی که تو ذهن هر کدوم از افراد و جوامع مختلف هست و عموما هم درست هست این است که وقتی صحبت از پروژه میشه منظور یک سلسله فعالیت هایی هستش که یک تیم یا یک فرد باید انجام بده تا به نتیجه مشخصی برسه برای مثال ما وقتی میخوایم یک کار رو انجام بدیم توالی عملیاتش زیاد باشه میگیم که این خودش یه پروژه است وقتی این لفظ رو به کار میبریم منظورمون این هستش که سلسل اقداماتی متعدد باید صورت بپذیره تا اینکه که ای که مورد نظر ماست حاصل پس تعریف عمومی پروژه میشه اینجور گفت که مجموعه ای از فعالیت هایی که به صورت متوالی پشت سر هم طی میشه انجام میشه و یک نتیجه ای که مورد نظر ما هست از مجموع اقدامات حاصل میشه اما مجامع مختلف اومدن این واژه رو تعریف کرد برای مثال استاندارد پی اگر معرف حضور باشه اومده پروژه رو تعریف کرد استاندارد پی ام یک استاندارد بین المللی در حوزه مدیریت پروژه هست که دارای حوزه های مختلف هست و میاد مدیریت پروژه رو در یک سری کلاسیفیکیشن هایی حالا 9 تا حوزه یا 11 تا حوزه بر اساس ورژنی که داره و هر سال این آپدیت میشه زیاد و کم میشه تعاریفی رو ارائه میده و راهکارها و سلوشن هایی رو تو حوزه های مختلف میده مثلا میاد میگه حوزه مدیریت کیفیت حوزه مدیریت هزینه حوزه زینفان این استاندارد اومده در ابتدای متن خودش پروژه رو تعریف کرده بر اساس استاندارد پی پروژه یک تلاش موقتی است من خواهشم این هستش که روی کلید واژه ها تمرکز داشته باشید یک تلاش موقتی است که برای ایجاد یک محصول خدمت یا نتیجه منحصر به فرد انجام میشه پس اولا پروژه رو بدونیم منظورش از یک تلاش همون مجموع اقداماتی است مجموع فعالیت است که یک تیم یا یک فرد انجام میده موقتی بودن در تعریف پی یا پی مهم هستش پس اگر ما یک فعالیتی رو مثلا در خط تولید داشته باشیم یه فعالیت روزانه رو داشته باشیم یا در فعالیت های روزمره من مثلا داریم یه کار خاصی رو به صورت مستمر هر روز تکرار میکنیم این معنای پروژه رو نمیده اما اگر یک مجموعه فرض بفرمایید ساختمانی داره ساخته میشه این مجموعه منحصر به فرده برای خودش برای اولین بار هستش که داره ایجاد میشه و حاصل این تلاش موقتی یک محصول خواهد بود یا یک نتیجه خواهد بود یه پروژه موقتی بودنش به خاطر این هستش که زمان شروع و پایان مشخص باید داشته باشه پس اگر ما یک فعالیت رو مادام العمر داریم انجام میدیم یا براش یک پایان مشخصی لاقل تعیین نکردیم این معنای پروژه رو به خود نمیگیره این تعریف استاندارد پی ام هست اما نکته که ای اینجا هستش و لازم هست من روشی مقدار بیشتر صحبت بکنم تفاوت مدیریت پروژه و مدیریت تولید هست در موضوع مدیریت تولید معمولا اینطور هستش که مجموع فعالیت های از پیش تعریف شده به صورت روزانه تکرار میشه شما یک خط تولید رو در نظر بگیرید که داره فرض کنید آب معدنی تولید میکنه این خط تولید به صورت مستمر روزانه یه سری فعالیت ها توسط یه سری آدم ها توش داره تکرار میشه این امروز هست دیروز بوده فردا هست پس فردا هست اگر یه کسی بیاد از مدیر این خط بپرسه که کی قرار این فعالیت تموم شه خواهد گفت که هیچ وقت این فعالیت تولید از ابتدا هست تا به انتها اما در مدیریت پروژه اینجوری نیست اگر یک کسی بیاد از مدیر پروژه بپرسه که این فعالیت یا این تلاش شما یا این مجموع اقدامات شما کی قرار تموم بشه به شما زمان خواهد داد پس وجه تمایز مدیریت پروژه و مدیریت تولید لاقل میشه گفت مهمترین وچه تمایزش همین موقتی بودن یا تایم باوند بودن یا زماندار بودن یا زمان شروع و پایان داشتن هست موضوع بعدی که حالا میخوایم توی این مقدمه با هم مرور کنیم این هست که حالا پروژه های عمرانی چی هست درسته ما پروژه رو با هم تشریح کردیم صحبت کردیم حالا منظورمون از پروژه های عمرانی چی هست باز اگر بیایم توی عموم جامعه وقتی صحبت از پروژه های عمرانی میشه معمولا افراد یک ذهنیتی دارن اگر یه جایی خاکبرداری صورت بگیره یه جایی به قول آمیانه دارم میگم ماسه و سیمان و آهن و از این جور داستان ها باشه عموم افراد میگن یک پروژه عمرانی است درست هم میگن پس پروژه های عمرانی پروژه هایی هستند که در اونها یک ساخت و سازی انجام میشه اما این رو بدونیم که پروژه های عمرانی منحصر به این گونه فعالیت ها نیست. برای مثال اگر ما وارد یک پروژه نفتی بشیم مثلا فرض بفرمایید که پروژه استخراج نفت باشه یا پروژه استحصال باشه یا پروژه میدان نفتی باشه توی این پروژه هم اقدامات عمرانی هست توی این پروژه هم بحث لوله گذاری هست توی این پروژه بحث تستی هست توی این پروژه بحث راهسازی هست پس ما وقتی میگیم پروژه های عمرانی این گونه نیستش که فقط بحث ساخت و ساز درش باشه ساخت و ساز ساختمون و اینها درش باشه نه توی یک پروژه نفتی هم ما داخلش فعالیت عمرانی داریم یا یک پروژه راهسازی جایی که داره راه ساخته میشه یکی از مصادیق پروژه های عمرانی تلقی میشه پس ذهن ما از پروژه عمرانی صرفا سراغ پروژه های که حتما یک بنایی ساخته بشه نره پروژه لوله یک پروژه عمرانی است پروژه راهسازی یک پروژه عمرانی است پروژه های یک پروژه عمرانی است جدول کشی یک پروژه عمرانی است پس ملاحظه فرمایید که شمولیت پروژه های عمرانی خیلی گسترده است اینطور نیستش که ما بگیم شرکت های عمرانی صرفا پروژه های عمرانی دارن خیر شرکت های نفتی هم پروژه های عمرانی دارن شرکت های پتروشیمی هم ممکنه پروژه های عمرانی داشته باشن چه بالا دستی چه پایین دستی حتی شرکت های صنعتی هم پروژه های عمرانی دارند موضوع بعدی این هستش که حالا تفاوت پروژه های عمرانی با سایر پروژه ها چیست اگر شمولیت پروژه عمرانی اینقدر گسترده است پس چرا ما اومدیم در این دوره گفتیم سلفن پروژه های عمرانی اولین علتش این هستش که پروژه هایی که در او عملیات عمرانی صورت میپذیره حالا ممکنه پروژه نفتی باشه پروژه صنعتی باشه راهسازی باشه هر چی باشه در اونها فعالیت یا عملیات عمرانی صورت میگیره دارای ویژگی هایی هست که در تهیه لایحه تاخیرات اهمیت داره برای مثال ما در پروژه های عمرانی موضوع آب و هوا برای ما مهم هست چرا که برخی از فعالیت های عمرانی در شرایط خاص آب و هوایی باید شکل بگیره یا وجود برخی معارضات منجر به توقف پروژه های عمرانی میشه بنابراین اگر ما میخوایم لایحه تأخیرات را تهیه کنیم اینکه پروژه پروژه عمرانی باشه و عملیات عمرانی در او انجام بشه بر ما اهمیت بسزایی داره و شاخص ها و معیار ها و اون نگاهی که خواهیم داشت به لایه تاخیرات در پروژه های عمرانی و عملیات عمرانی کاملا با پروژه های دیگه متفاوت این نکته هم عرض بکنم که ما پروژه هایی داریم که اینها کاملا از فضای عمرانی فاصله دارند. مثل پروژه های آی تی. این پروژه های آی تی فرض کنید ما میخوایم یک نرم افزاری رو لانچ بکنیم یه نرم افزاری رو بنویسیم یک پروژه است زمان شروع داره زمان پایان داره با توجه به صحبتی که کردیم در خصوص پروژه این پروژه محسوب میشه اما هیچ فعالیت عمرانی در اون نیست پس ما در این دوره کاری به این پروژه ها نداریم پروژه های برنامه نویسی پروژه های نرم افزاری اینها رو کاری نداریم اما اگر فرض کنید که همین پروژه نرم افزاری ما همین پروژه آیتی ما یه قسمتیش قراره که فیبر نوری جایی کشیده بشه قرار دادن فیبر نوری خود اجرای فیبر نوری اگرچه یک پروژه آیتیه اما عملیات عمرانی داره اینجا ما میگیم این قسمت پروژه عمرانی است و اون لایحه‌ای که ما می‌خوایم براش تهیه کنیم که حالا بعدها مفصل صحبت خواهیم کرد مشمول این پروژه خواهد شد فرض بفرمایید یک پروژه درسی داریم یه پروژه تحقیقاتی داریم یه پروژه پژوهشی داریم اینا همه پروژه هستند اما هیچ در فضای عمرانی نیستند اما اگر قسمتی از این پروژه ها وارد فاز عملیات عمرانی بشه اون موقع ما میتونیم بگیم که این پروژه یا این قسمت از این پروژه میشه به عنوان پروژه عمرانی تلقی بشه و ما برای این فاز از پروژه میتونیم لایحه تاخیرات متناسب با اون رو تهیه کنیم پس تا به اینجای ای کار ما پروژه رو تعریف کردیم پروژه های عمرانی رو تشریح کردیم و در ادامه میخوایم صحبت کنیم در مورد تخصص هایی که تو این زمینه نیاز داریم. مخاطبین دوره تهیه لایه تأخیر در پروژه عمرانی چه افرادی میتونن باشن؟ شود که این موضوع رو خوبه که ما طبقه بندی بکنیم. اول بیایم از حیث رشته های تحصیلی مرتبط بررسی بکنیم. چه رشته های تحصیلی میتونن از این دوره مند بشن؟ طبیعتا اولین رشته ای که از عنوان دوره هم مشخص هست رشته مهندسی عمران هست. کسانی که تو این رشته تحصیل کردن حالا با هر گرایشی عمران 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 نقشه برداری و یا هر گرایش دیگه در مقاطع بالاتر میتونن از این دوره استفاده کنن چرا چون این افراد درگیر پروژه عمرانی هستن و طبیعتا قسمتی از کارشون ممکن هستش که در حوزه تدوین لایحه تأخیرات باشه اما صرفا اینطور نیست که فقط رشته مهندسی عمران بتونن استفاده کنن شاید بشه این رو گفت که مهمتر از رشته عمران رشته مهندسی صنایع تو این زمینه میتونه سر و کار داشته باشه با لایه تأخیرات چرا که دوستانی که تو این رشته تحصیل کردن وارد بحث برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و مدیریت پروژه میشن و یک قسمتی از کار واحد برنامه‌ریزی کنترل پروژه یا واحد مدیریت پروژه همین تدوین لایه تأخیرات در اکثر پروژه های عمرانی شما ملاحظه خواهید کرد که رشته مهندسی صنایع هستش که ورود میکنه به بحث لایه تأخیرات پس دوستانی که تو این رشته تحصیل کردن هم میتونن از این دوره استفاده کنن و به نظر خود شخص بنده حتی بیشتر از مهندسین عمران نیازمند داشتن اطلاعات تو حوزه لایه تأخیرات خواهند اما رشته های دیگه هم هستن که تو این زمینه میتونن ورود بکنن مثلا اگر یک پروژه نفتی باشه، رشته مهندسی شیمی، رشته مهندسی نفت، در پروژه صنعتی رشته مهندسی مکانیک، در پروژه نرم افزاری و اینها که بحث عمرانی هم داخلشون هست، رشته مهندسی کامپیوتر و برخی از رشته های علوم انسانی مثل مدیریت صنعتی، اینها یا مثل مدیریت ساخت و تولید یا مثل رشته مدیریت پروژه، این دوستان هم میتونن از مباحث این دوره استفاده بکنن. موضوع بعدی زمینه های کاری است. چه زمینه های کاری وجود داره که سر و کار دارن با بحث لایه تخیرات؟ خب مشخص عرض کردم شاید اولین حوزه کاری حوزه مدیریت پروژه حوزه کنترل پروژه هست واحد کنترل پروژه در پروژه ها یا شرکت ها عمدتا متولی موضوع لایه تغییرات هستند اما تو برخی از پروژه ها هم دیده شده که دفتر فنی این کار رو میکنه که عموما خب های تخصصی مثل مهندسی عمران یا مهندسی مکانیک یا مهندسی شیمی یا مهندسی نفت بسته به نوع پروژه هستن پس دفتر فنی دفتر پی ام او یا مدیریت پروژه یا کنترل پروژه و یه قسمت دیگه هم که میتونه تو این زمینه فعالیت بکنه خود حوزه مدیریت هست تو برخی از پروژه ها به لحاظ حساسیت موضوع تاخیرات بررسی لایحه تاخیرات و یا تدوین لایحه تاخیرات توسط خود حوزه مدیریت پروژه پیگیری میشه پس اگر بخوایم زمینه های کاری رو بگیم دفتر فنی یا واحد کنترل پروژه یا حوزه مدیریت رو میتونیم نام ببریم اما فعالیت های تحقیقاتی هم تو این زمینه مهمه برخی از افرادی هستن که در حوزه فعالیت های تحقیقاتی دارن کار میکنن اونها هم میتونن از مباحث این دوره استفاده بکنن به عنوان یک رفرنس به عنوان یک منبع برای تدوین مقالات و کارهای پژوهشی که دارن یکی از حوزه که یه مقداری به نظر بنده مقفول واقع شده در حوزه تحقیقاتی این هستش که موضوعات عملیاتی پروژه ها مثل همین بحث لایه تغییرات وارد فاز تحقیقاتی ما نشده شما اگر سرچ بکنید در مجلات داخلی و یا حتی میشه گفت خارجی بسیار زیاد مقاله خواهید دید در حوزه کنترل پروژه در حوزه کنترل کیفیت در حوزه مدیریت پروژه در حوزه چرخه عمر پروژه برای مثال یعنی حوزه ها و جنبه های مختلف پروژه در فعالیت تحقیقاتی دیده شده اما اگر بحث لایه تاخیرات رو یا خود موضوع تاخیرات رو در مقالات و مجلات مخصوصا مجلات داخلی سرچ بکنید به ندرت مقاله پژوهشی میبینید طبیعتا اگر کسی علاقه داشته باشه به حوزه تحقیقاتی و بخواد کار جدیدی رو ارائه بده در جورنال های داخلی و یا خارجی میتونه یکی از موضوعاتش همین بحث لایه تحقیقات باشه که روش به صورت ویژه کار بکنه موضوع بعدی که من لازم میبینم توی مقدمه خدمت شما عرض بکنم دانش و مهارت هایی هستش که ما نیاز داریم برای تدوین لایه تخیرات اگرچه یک دانش آکادمیک مثل رشته تحصیلی یا تجربه کاری رو ما برای تهیه لایه تخیرات نیاز داریم اما علاوه بر اون یه سری مهارت ها که عمدتا مهارت های عمومی هستش رو هم برای این کار نیاز داریم تهیه لایه تخیرات به خودی خود توسط یک نفر قابل اجرا نیست. بنابراین ما نیاز به یک تیمی داریم که تو اون تیم دانش عمرانی وجود داشته باشه. ما عرض کردیم ممکنه که لایه تخیرات توسط یک مهندس صنایع در واحد پی ام تهیه بشه یا یک مهندس شیمی در دفتر فنی تهیه بشه. ایرادی نیست. اما چون موضوع بحث ما تهیه لایه تأخیرات در پروژه های عمرانی هست، باید ما اون دانش عمران توی اون تیم ما یا بر اساس تجربه در اون فرد مورد نظر موجود باشه پس اولین دانش که ما نیاز داریم خود دانش عمرانی هست حالا اگر کسی رشتهش مهندسی عمران باشه طبیعتا دانش عمرانی قوی تری داره اما اگر کسی رشتهش مهندسی عمران نباشه یا باید تیمی تشکیل بده که دانش عمران درش باشه یا خودش بر اساس تجربیات قبلی یه دانش لاغل سطحی از فعالیت های عمرانی داشته باشه دومین موضوع دانش برنامه ریزی و کنترل پروژه هسته برای تهیه لایه تاخیرات به واسطه اینکه موضوع زمان در میان هست و در آینده در فصل های آینده خواهید دید که چقدر موضوع کنترل پروژه مهم هست برای ما بنابراین کسی که داره این لایه هر رو تهیه میکنه حتما باید موضوع برنامه‌ریزی و کنترل پروژه رو دانشش رو در حد ابتدایی لاغر داشته باشه که من در فصل های یک فصلی رو به عنوان منوزی و کنترل پروژه مختصر توضیحاتی رو خدمتتون خواهم داشت مهارت های ارتباطی توجه داشته باشید که ما در بحث لایه تخیرات ورود خواهیم کرد به سوابق کار و شاید لازم باشه سوابق دو سال پیش سه سال پیش یک پروژه رو بررسی کنیم نیاز داریم که با افراد متعدد در ارتباط باشیم نیاز داریم با حوزه های پایپینگ، حوزه تاسات مکانیکی، تاسات الکتریکی با افراد مختلف در ارتباط باشیم. بعضی از این افراد مستندسازی قوی تری دارن، مستندات موجوده. بعضی موقع ها مستندات موجود نیست، باید مستندات رو بریم کشف بکنیم. اینها همه نیاز به یک سری مهارت های ارتباطی داره حالا مهارت کلامی مهارت نوشتاری و یا هر مهارت دیگه مهارت ارتباطی به این معنا که بتونیم با افراد مختلف در ارتباط باشیم و اون اطلاعات و داده هایی که مورد نیازمون هست رو از اونها بتونیم استخراج کنیم یک موضوع بسیار بسیار مهم در بحث لایه تخیرات مستندسازی است هر پروژه‌ای که از ابتداش مستندسازی قوی تری داشته باشه تهیه لایه تخیرات براش آسون تره بسیار بسیار این موضوع مهم و ما در لاغر کشور خودمون عمدتا مستندسازی قوی رو در پروژه های مخصوصاً عمرانی ضعیفتر داریم شما اگر در وارد پروژه های نفتی بشید اونجا واحد مستندسازی قوی دارن عمدتا معمولا مستندسازی بهتری دارن بنابراین یک دانش زمینی در اون تیم ما باید باشه در خصوص اینکه چگونه مستندسازی بکنیم و اگر مستندات موجود نیست چگونه این مستندات رو تهیه بکنیم حالا به صورت فیزیکی به صورت نرم افزاری مجازی و یا هر طور و هر نحوه دیگه پس ملازم میفرمایید که مجموع دانش هایی که اینجا داریم برخی از این دانش ها، دانش آکادمیک هست مثل دانش عمران مثل دانش معرفی کتر باشه بعضی هاش هم دانش های در های عمومی هست و آخرین موضوع توان کار با رایانه است که در اکثر فعالیت های امروزه دیگه توان و این مهارت مورد نیازه در بحث لایحه تغییرات هم به واسطه تدوین لایحه در نرمافزار خاص مثل MSP مثل نرم افزار عمومی آفیس طبیعتا مورد نیاز کسی هستش که میخواد این لایه ها رو تهیه کنید اگر شما ملاحظه بکنید به صفحه نمایشتون خواهید دید که مجموعه دانشها و مهارت هایی که پیش روی شما هست متنوع ما یک نفری که هم دانش عمرانی داشته باشه هم دانش برنامه‌ریزی کنترل پروژه هم دانش ارتباطی هم دانش مستندسازی هم دانش کار با هم توان کار با رایانه معمولا یه همچین فرد خیلی کم پیدا میشه بنابراین میتونیم به این نتیجه برسیم که تهیه لایه تغییرات نیاز به یک تیم کاری داره یک تیمی باید باشن با مهارت های مختلف با دانش های متفاوت و مدیر این تیم میتونید شما باشید یا هر کس دیگه و بشه با این با جمع مهارت ها و دانش این تیم بشه اون لایه تاخیرات رو تهیه کرد فصل اول ما با عنوان مقدمه پایان یافت. در این فصل هدف من این بود که توضیحات کلی در خصوص پروژه خدمتتون ارائه بدم. و بعد تشریح کنم که منظورم از پروژه های عمرانی چی هست چه دانشی و چه رشته تحصیلی برای تهیه لایه تخیلات نیاز هست و مخاطبین این دوره چه کسانی هستند امیدوارم که این فصل مصور سمر بوده باشه انشاءالله در فصل های آتی به صورت ریزتر وارد موضوع خواهیم شد متشکرم خدا نگهد بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت دانش عزیز بنده علی عبادی زیایی هستم دوره نحوه تهیه لایه تخیرات در پروژه های عمرانی رو در خدمتتون هستم شروع می کنیم با موضوع اهمیت و ضرورت بررسی تخیرات در پروژه ها طبیعتا در هر دوره آموزشی قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم به جزئیات دوره نیاز هستش که دانش عزیز از اهمیت و ضرورت دوره آگاهی بده من میدونم که شمایی که ورود کردید به این دوره و دارید این دوره رو ملاحظه می کنید طبیعتا اهمیت و ضرورتش رو تا حد زیادی درک کرد اما لازم دونستم که تو این فضل یه مقداری بیشتر ابعاد موضوع رو باز بکنم برای دانش بجوحان. تا بدونن که وقتی که میخوام ورود بکنم به موضوع لایه تاخیرات چقدر این موضوع رو با اهمیت جلوه بدن برای بقیه و اگر چه خودشون اهمیتش رو میدونن این اهمیت رو برای سایرین هم شفاف کنن اولین موضوعی که لازم با هم بررسی کنیم بحث چرخه عمر پروژه هست ما در هر محصولی یک چرخه عمر داریم اگر یک شرکتی داره تولید یخچال میکنه تولید یخچال یا محصول نهاییش که یخچال هست یک چرخی عمر داره برخی از محصولات چرخی عمرشون طولانی تره مثل همین یخچالی که عرض کردم برخی از محصولات چرخه عمرشون کوتاه تره مثل محصولات فناورانه همین گوشی موبایلی که دست شما هست اگر خاطرتون باشه قدیمترها گوشی هایی بود با امکانات خیلی کمتر فقط تلفن زنگ میخورد اما بعد های گوشی های نسل جدید اومد که اینها دوربین داشتن بعد از اون یه گوشی های نسل جدید اومد که لمسی بودند. الان گوشی ها به عنوان یک دستیار بر افراد کار میکنن بنابراین اون گوشی های نسل اول به سرعت منقرض شدن و الان شما میبینید که کسی از اونها استفاده نمیکنه بنابراین ممکن چرخ عمرش دو سال باشه سه سال باشه چهار سال باشه اما کسی یک یخچال گرفته یا ایک کسی که یک خودرو گرفته طبیعتاً چرخه عمر محصولش 10 15 برخی اوقات به 20 و بالاتر هم میرسه ما منظورمون از چرخی عمر در پروژه های عمرانی اون محصول نهایی تولید شده در پروژه نیست یعنی اگر برای مثال داریم یک ساختمون میسازیم چهار طبقه یک ساختمون مسکونی ساده منظورمون این نیستش که این ساختمون چند سال کار خواهد کرد منظورمون این هست که از شروع پروژه تا به آخر پروژه که برای مثال 18 ماه یا دو سال هست چرخه عمر پروژه ما چگونه طی خواهد شد پس این دو سال به عنوان چرخه عمر پروژه تلقی میشه در پروژه های عمرانی ما یک شروع پروژه داریم که معمولا وقتی که پروژه میخواد شروع بشه هزینه ها پایین هست یه سری اقدامات اولیه مثل جذب نیرو مثل تهیه نقشه ها مثل کارهای اداری از جمله شهرداری مجوزهای لازم و اینها بعد از این مرحله وارد فاز آماده سازی میشی در فاز آماده سازی ما فعالیت های از قبیل تجهیز پروژه فعالیت های از قبیل تامین و تدارکات اولیه فعالیت‌های از قبیل تهیه نقشه‌های تر اینها رو خواهیم داد. فاز سوم فاز اجرای پروژه است که پرهزینه‌ترین ترین فاز پروژه هست و اونجایی هست که تعداد نیروی انسانی خیلی زیادی تو این فاز در واقع صرف میشه. اتفاقا مدت زمان اجرای این فاز هم زیاد اکثر آدم ها وقتی یک پروژه عمرانی رو نگاه میکنند این فاز رو میبینند یعنی فازی که تعداد زیادی آدم دارن فعالیت میکنن از دور که شما نگاه میکنید مساله رد و بدل میشه در هفته های مختلف ماه های مختلف تغییرات رو در پروژه میبینید و خیلی آدم ها وقتی نگاه میکنن میگن حالا داره پروژه کار این فاز اجرای پروژه در حالی که قبل از این فاز هم اقداماتی شده که بروز بیرونی نداشته برای عموم و فاز آخر فاز اتمام پروژه است که فعالیت های نهایی عمدتا فعالیت های نازوکاری تکمیلی فعالیت هایی که دیگه ما رو به بهره برداری میرسونه و در برخی از پروژه حتی به بهرهبرداری هم میرسه و فاز تکمیلی فازی است که ما میگیم حسن اجرای کار هستش یعنی به بهره برداری هم رسیده و داره تست و آزمایش میشه نموداری که ملاحظه میکنید به صورت نقطه چین ملاحظه میکنید که رفته رفته هزینه پروژه ها میره بالا و نیروی انسانی بیشتری در پروژه مصرف خواهد شد تا به اجرای پروژه برسه و در انتهای پروژه دوباره ما خط افولی رو خواهیم داشت که اینجا دیگه فعالیت‌های پایانی عمدتا پرسنل حسابداری پرسنلی که دارن لایحه تخریب رو تهیه میکنن و از این قبیل افراد تو پروژه حضور دارن در زیر این نمودار شما علاوه بر خط زمان یه سری واژههایی رو می‌بینید مثلا ما منظورمون از منشور پروژه این هستش که در شروع پروژه مهمترین اقدام و یا مهمترین کارهایی که انجام میشه همین تهیه منشور پروژه است منشور پروژه شامل قسمت های مختلفیه از جمله نقشه ها از جمله تهیه اسکوپ پروژه از جمله تهیه ساختار پروژه و بسیاری از موارد دیگه وقتی میخوایم وارد فاز اجرا بشیم در پروژه موضوع برنامه یا مدیریت پروژه پررنگتر هستش و در آخر بحث تحویل پروژه مهم هست جایی که ارز کردم میخوایم به بهره برداری برسیم و در آخر آخر پروژه بحث تهیه مستندات پروژه هست موضوع لایه تاخیرات در انتهای پروژه یعنی تهیه مستندات پروژه مطرح هست اما نکته قابل تحمل این هستش که برای تهیه این مستندات از جمله مستند لایه تخیرات نیاز هستش که کل چرخه عمر پروژه بررسی بشه پس اگرچه چه لایه تخیرات در انتهای پروژه در نقطه پایانی چرخه عمر پروژه موضوعیت پیدا میکنه اما فعالیت تهیه لایه تخیرات از همون ابتدای پروژه مطرحه برای مثال خیلی ساده ارز کنم اگر ما در تحویل زمین دچار تاخیر بشیم این موضوع باید در مستند نهایی منعکس بشه اما نیاز هست همون ابتدای پروژه مستندسازی لازم انجام شه ساده تر بخوام بگم اگر من عنوان متولی تهیه لایه تخیرات در یک پروژه منصوب شدم باید از همون ابتدای پروژه حواسم به این موضوع باشه و در کل عمر پروژه یا کل چرخه عمر پروژه موضوع لایه تخیرات مطرح هست نقطه پایانی نقطه ایست که این لایحه، تقدیم میشه یا تدویم میشه و نهایی میشه موضوع بعدی که من فکر کردم شاید اهمیت و ضرورت این موضوع پررنگتر جلوه داده بشه در ذهن شما این هستش که ما نگاهی به جراید بکنیم نگاهی به روزنامه ها بکنیم نگاهی به سایت ها بکنیم نگاهی به مطالب روز بکنیم ببینیم چقدر در روزنامه ها مجلات سایت ها اخبار خبرگزاری ها صحبت از طولانی شدن پروژه هاست صحبت از تأخیر در پروژه هاست یه پروژه راهسازی در انجام میشه میگن که این پروژه تأخیر پیدا کرده پروژه مسکن عمومی برای مردم ساخته میشه میگن این پروژه تأخیر پیدا کرده پروژه فرض بفرمایید پل و زیرگذر و یا تقاطع غیر همسط داره ساخته میشه میگن این پروژه تأخیر پیدا کرده تحلیل های مختلف میذارن شبکه های خبر در موردش صحبت میکنن نشست های مختلف میذارن بررسی میکنن عواملش رو یه کسی میگه بودجه کافی نرسیده یک کسی میگه مشکلات فنی داره یک کسی میگه معارضات داره یه کسی میگه پروژه اشتباه توجیه شده یک کسی میگه پیمانکار خارجی بوده تعهداتش رو عمل نکرده و و و و بسیاری از مطالب دیگه اینها همه نشون دهنده اهمیت موضوع تحویل به موقع پروژه هاست و اینکه تأخیر در پروژه ها چقدر مهم هست من نمونه این رو از یکی از جرایت گذاشتم که امیدوارم در خلال عرایزم و توضیحاتی که میدادم شما این متن رو خونده باشین نمیخوام از روش بخونم که در واقع از حوصلتون خارج بشه موضوعات دیگه ای که میخوام تو این بحث عرض بکنم خدمتتون این هستش که برخی از آمار تکان دهنده هست برای مثال عمر پروژه های برزمین مانده در کشور به هشت سال رسیده. این عدد عدد بالایی است. مخصوصا برای پروژه های عمرانی و ما میدونیم که عمده این پروژه ها پروژه عمرانی است. پروژه های عمرانی میانگینش در دنیا به زیر چهار سال رسیده. هر سطحی از پروژه باشه. حتی اگر یک پروژه بسیار بزرگ باشه مثل ساخت مجموعه ورزشی خیلی بزرگ مثل ساخت راهسازی ها مثل حفاری‌های های تونل حتی پروژه های عظیم هم دوره عمرشون عمدتا کمتر از چهار سال هست ولی در پروژه های کشورمون متوسط عمر پروژه ها 8 سال ذکر شده این هشت سال طبیعتا میدونیم وقتی صحبت از متوسط میگیم پروژه دو ساله هم داریم پروژه دوازده ساله هم داریم پروژه بیس ساله هم داریم و قصه بیشتر از هشتاد درصد پروژه به دلیل کمبود اعتبار بر زمین مونده این یعنی چی یعنی اینکه کارفرمایی که باید اعتبار رو تعمین بکنه کوتاهی کرده این موضوع اهمیت تهیه لایه تخیرات رو برای پیمانکار نشون میده چون شما میدونید همیشه در تاخیرات پیمانکار متهم هست وقتی که این اعتبار تامین نشده پیمانکار باید لایحه‌ای رو تقدیم بکنه که تو اون نشون بده که اعتبار کافی براش تامین نشده بعضی از پروژه ها در کشور عمرشون به سی سال رسیده و این منجر میشه که بعضی موقع توجیح پذیری به کل از بین میره در یک کار آماری که انجام شده سی و هفت هزار پروژه نیمه تمام بررسی شده در نموداری که شما ملاحظه میکنید قسمت در سمت چپ نمایشگرتون دیویست و, بیست و چهار پروژه رو من تقسیم بندی کردم 46 تا از این پروژه ها جاده و کمربندی و پل هست یا همون تقاطع غیر همسطح 33 تا از پروژه ها کتابخانه تالار دانشگاه سینما هست اینا پروژه های نیمه تمام کشور در اون مقطع بررسی بوده که فکر می کنم سال 99 یا ابتدای سال 400 بوده 30 پروژه آبرسانی و صدسازی بوده 27 پروژه بیمارستان 23 پروژه ورزشگاه 15 پروژه مترو راه آهن، 13 پروژه پتروشیمی 9 پروژه فاضلاب پروژه محیط و گردشگری 8 تا، توسعه مناطق شهری 4 تا، مناطق ویژه 3 تا و مدرسه و فرودگاه بعدی ها هستند. این نشان از بسامد تخیرات در نوع پروژه داره. طبیعتا برخی از این علت این که ملازم می کنید مثلا جاده تعدادش زیاده علت این است که پروژه هایی که تو این زمینه هست هم تعدادش زیاده. ما پروژه فرودگاهی خب شاید تو کشور مثلا دارم عرض میکنم اطلاع دقیقی ندارم ده مورد باشه که دو موردش تاخیر داره اما پروژه جاده و کمربندی پل ممکنه که هزار تا باشه که 46 تاش تاخیر داره این نمودار شاید کمک بکنه به شما توی اون دیدی که از تاخیرات خواهید داشت حالا اگر ما تاخیر داشته باشیم در پروژه ها چه می شود؟ حالا فرض کنید که ما تو همه کار تاخیر داریم تو پروژه هم داریم مگه میشه عواقب تأخیر در پروژه های عمرانی بسیار بالاست من یه تقسیم مندی رو در ذهنم داشتم گفتم شما هم هم فضا بشین با ذهن بنده برخی از این عواقب عواقب اقتصادی است طبیعتا وقتی پروژه به طول میانجامه برای مثال یک پروژه دو ساله سه سال به طول میانجامه هزینه های مترتب به اون پروژه زیاد میشه این هزینه چی هست یه قسمتش هزینه سربار پروژه هست ما برای این پروژه نیرو انسانی داریم نگهبان داریم انباردار داریم راننده داریم این افراد چه پروژه دو سال تموم شه چه سه سال تموم بشه حقوقشون ماهیانه دریافت میشه بنابراین اگر ما سعی کنیم پروژه رو سر موقع دو سال تموم کنیم هزینه های سربار کمتری رو برای پروژه پرداخت کردیم حالا فرض بکنید یک پروژه داریم که این پروژه سی سال به طول انجام میده اگر این پروژه سی سال به طول بیانجامه طبیعتا هزینه سربریش هم زیاد خواهد شد یه قسمت دیگه ای از هزینه هایی که ما برای پروژه ها داریم هزینه های ناشی از تورم هست که در کشور ما شاید اهمیتش بیشتر باشه اگر ما پروژه رو امسال تموم کنیم شاید هزینه بسیار بسیار کمتر از سال بعد باشه پس تموم کردن پروژه در موعد مقرر طبیعتا منافع اقتصادی بسیار زیادی به همراه خواهد داشت یکی دیگه از عواقبی که میشه تو بحث تاخیرات به صورت جدی در موردش صحبت کرد عواقب اجتماعی پروژه ها هست مخصوصا در پروژه های ملی شما دیدید گوشه ای از شهر داره یک پروژه عمرانی یا غیر عمرانی که توش فعالیت های عمرانی هست اجرا میشه و مدت مدیدی رو به خودش اختصاص داده اهالی اون شهر دارن زج میکشن اهالی اون منطقه دارن آسیب میبینن این آسیب زیست محیطی هست آسیب های صوتی هست خود تردد هست بنابراین اگر یک پروژه مثلا 20 سال به طول می از جهت اجتماعی آسیب های داره بعضی موقع پروژه ها پروژه که فواید و اواید اون موضوعات اجتماعی هست مثل راهسازی ها خطوبان هایی که بین دو شهر ساخته میشه اگر این موضوع به طول بیانجامه یه موقع های موزلات اجتماعی رو به همراه خواهد داشت ریسک شهرت به همراه خواهد داشت و از جهت اجتماعی بسیار زیاد قابل بررسی است موضوعات زیست محیطی حتما هر پروژه که داره اجرا میشه تبعات زیست محیطی داره این تبعات زیست محیطی میتونه سر صدا باشه، گرد و غبار باشه، آلودگی هوا باشه، یه موقعی آلودگی خاک باشه و اگر به طول می انجامه این عواقب و خطرات زیست محیطی همینطور داره دوی اون منطقه و اون شهر و اون کشور به طول می انجامه و این خوب نیستش. عواقب سیاسی خیلی از پروژه ها وقتی از یه زمانی بیشتر به طول می انجامه دیگه جنبه سیاسی پیدا میکنه. و میبینیم که تو تحلیل ها تو اخبار تو دولت های مختلف به عنوان یک حربه سیاسی از اون استفاده میشه چه مثبت چه منفی بنابراین اتمام پروژه در موعد مقرر از جهت سیاسی اهمیت پیدا میکنه حالا چه سیاست داخلی چه سیاست خارجی موضوع اطلاف منابع یکی از موضوعات مهمه وقتی ما پروژه رو داریم یه پروژه داره طول میکشه انرژی های بیشتری تو مصرف میشه چه انرژی منابع انسانی چه انرژی های دیگه مثل گاز و گازوئیل و غیره و این اطلاف منابع مخصوصا در دنیای امروزی که معمولا کم بوده منابع از اهمیت بیشتری دارد تبعات حقوقی یکی از موضوعات مهم هستش که بسیار از لایه تخیرات به خاطر همین موضوع حقوقی هستش که شکل میگیره. یعنی قراردادی که بین پیمانکار، کارفرما، مشاور یا هر کس دیگه هست به واسطه عدم اتمام به موقعش هستش که در او وارد دعواهای قضایی میشه و اونجا تهیه لایه تخیرات اهمیت پیدا بنابراین ملازم میکنید که تأخیر در پروژه ها عواقب متعددی داره و این عواقب مخصوصا وقتی جمع میشن و همش در یک پروژه متولول میشه اون وقت تبدیل میشه به یک بحران و تهیه لایه تأخیرات اونجا ضرورت ویژه تری پیدا میکنه موضوع بعدی انواع تاخیرات هست طبیعتا تا به اینجای کار حتما ذهن شما به این سمت رفته که وقتی ما صحبت از تأخیر میکنیم تأخیرات زمانی مطرح هست درست هم فکر میکنید عمده موضوع لایه تأخیرات همین تأخیرات زمانی هست یعنی ما در لایه تأخیرات به دنبال این هستیم که بگیم این تأخیرات زمانی ایجاد شده چی هست و از قصور ما به عنوان پیمانکار و یا کارفرما یا مشاور در هر پوزیشنی از ارکان پروژه که هستیم قصور مقابل توجیه هست اما این فقط